صبح من حالم به هم خورده بود، یعنی من اصلا که حالم ناخوش بود اون صبح بچه تشنج و شوکی خیلی بدی شده بودم، به طوری که تمامی بدنم میلرزید. بعد بچه ها اومدن، اون سن پر از این مال امین حقوق باشن اونجا بود، اومدن بالا سرم. بعد امید اومد بهم گفت علی میخوام بفرستمت بیمارستان. گفتم من که گفتم بیمارستان نمیرم. گفت بس بزن دکتر بر اینجا. گفتم که ما این گفتم دکتر نمیزنم. گفت بزن اینجا سرم بریم یه سرم بزنیم. گفتم نه سرم هم نمیزنیم. بعد اون ستا اومدن گفتن خب اینا برم بیمارستان. گفت قبول نمیکنه. گفت نمیشه که بزور میبینش. گفت بزور که نمیتونی ببینی، این ضد حقوق باشینا. گفت خب این میخواد چیکار کنه؟ میخواد بمیره. گفت خب میخواد بمیره حداقل این کاغذ امضا بکنه که مرگش رو بگه مسئولیت مرگم با خودم، که اینجا بچه ها با هم بیختن. گفتم بابا این اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه، تو میگیم بیاد امضا چیز بیاد امضا بکنه، اصلا قادر امضا کنه. گفت خب امضا نمیتونه کنه، مثلا ما کاغذ می نویسیم از این جوهر ها میاریم و انگشتشو به جوهر میزنیم، بعد میزنیم اینجا که بپذیره. که من فقط تا همون حال متوجه شدم که بچه ها دارن باش دعوا میکنن که بعد باهاتون دعوا ستاره انداختن بیرون. بعد دقیقا من حالا زمانش نمیدونم، فقط میدونم نزدیک شد حداقل دو ساعت خورده ای بچه ها با هولو اینا آب میذاشتن رو پوشینه، بعد میذاشتن رو شکم هم، رو سینه میذاشتن، رو پا میذاشتن بتونم یه مقدار چیکار کنم حیات رو بیان بدن. که من یه مقدار حالم خوب شد، مثلا تونستم ششم رو با کنم ببینم. که برزورم که اون خانم وزیر اومد، من فقط همین وقتی بی حال داشتم فقط دیدم که این اومد اونجا داشت با عباس صحبت کرد، و بعد دیدم با عجل و درو رفت. که بعدش بچه ها بودم من بهش نشون دادن یه چیزای عربی با برادر عباس گفت، و بعد که خود برادر عباس گفت که این خانم گفت من باید با عجله برم چون شما وضعتون خیلی خرابه و امکان داره هر لحظه چیه نفراتتون کشته بشه، اینی که باید برم حتما اینو گزارش کنم. حقیقتش رو بخواین تو این 30 سال زندگیم زیاد دوچاره بقول چالش شدم، همیشه بقول معروف توی همین تنگاتون تو کشاکش اینا بودم. من هیچ وقتم واقعا شب بخواین لحظه این که مثلا فرزند ترس داشته باشم، من هیچ وقت لحظه حتی